با چه خبر آمده پسر آس؟ شادم کن پسر برادرم. جای شادی نیست. صحابگان محمد را در حفظ خود گرفت نجش شاه حبشه و گفت هرگز آنها را به شما نمیدهم، حتی بر عوض صدها کوه طلا. من همچنین کار را منتظر بودم. کجاست ولید پسر مغیره؟ به فکرم در میدان ندوه است. بشنوید و به مردم گفته های مرا در باره گذشتگانمان برسانید. از لؤای و خصوصا از لؤای به قوم کعب. شاید شما ندانید، اما ما می دانیم که محمد پیامبری است مثل موسی و در کتاب های گذشته ذکر شده است. او مهربانی را جاری می کند بین پیروان دین خدا و چی چیز جز محبت سر می زند از حبیب خدا. با آنچه که شما در شرطنامه خود نوشته کردید، بلای را بالای خیش می آرید و خود را در عذاب می گذارید. بیدار شوید قبل از آنی که شما با دستانتان قبر خیشتن بکنید و تا آن زمانی که انسان بیگناه گناهگار براید. پیروی نکنید از انسانهای بدخواه و نفاق انداز، اگر نه بینمان جدایی سر می زند بعد اینقدر دوست داری ها. قسم به خدا ما احمد را به شما نمی دهیم، گرچند روزهای سخت حیات همان باشد و این صبر می کنیم. اگر پدرمان هاشیم چون این سختی را ندید و فرزندانش را وصیت نکرد که صبور باشند. ما تمنای جنگ را نداریم تا دشمنانمان نخواهند و شکایت هم نمی کنیم از زندگی در کوه و گرسنگی ها. ما انسانی هستیم که صلح و امانی را می خواهیم و بدخواهان را حواله می کنیم و خدای یکتا. هیچ چیز را نفهمیدم پدری امرا. نفهمیدنت خوب شد پدری وحام. برادرم ابو طالب به شما گفت و همچنین همه ما می گوییم. قسم به خدا ما تسلیم شما نمی کنیم. محمد را درود خدا بر او و به آلش جان خود را فدا می کنیم و هرگز نمی گذاریم که شما بدخواهان ضرر خود را به او برسانید. اینقدر شما آبرومندید و آبروی خود را حفظ می کنید قومی آشی، حتی هنگام مظلومیت ها. بیرو نزد قوم هاشیم. چه آخر آنها از گرسنگی میمیرند. وای بر قریشی ها، چگونه این کارو کردند؟ این کار خیری است برای ما از انسانهای خیرخواه. حقا که به شما امید نجات دهنده آمده قوم هاشیم. عذاب قریشی ها بر مسلمین روز از روز سخت‌تر می‌گردید و مسلمانی نمان که از دست آنها ضرر نبیند. و هنگامی که خبه پسر ارت مال و اموال خود را از آس ابن وعیل درخواست نمود، او در جواب به خبه گفت: منتظر شو تا روز قیامت، من به تو همه طلاهای جنت را میدیم چگونه ای که پیامبرتان میگوید. به این خاطر خداوند آیاتی را فرستاد در سوره مریم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. آیا کسی را دیدی که از آیات ما انکار ورزید و گفت یقینا در آن جهان نیز به من دارایی و اولادی داده می شود؟ آیا او به اسرار غیب آگاه شده یا از نزد خدای رحمان عهد گرفته است؟ نه چنان است که او می گوید به زودی گفته هایش را می نویسیم و عذاب او را مداوم می سازیم و همه چیزهای را که گفته از وی به میراث می بریم و خودش نزد ما به تنهایی می آید. ای مردم مسلمان،
پیامبر درود خدا بر او و به آلش به شما میگوید. درود خدا بر او و بت های قریشی ها ناسزا نگویید تا از نادانیشان در جواب بر خداوند ما ناسزا نگویند. برای این الکه خداوند آیت نازل کرد. میفرماید: کسانی را که مشرکان جز خدا نیایش می کنند دشنام مدهید، تا مبادا ایشان از روی ستمگری و نادانی خدا را بد بگویند. اینجا بیایید من در باره اسفندیار و رستم برایتان قصه کنم. قسم به خدا من از محمد دیده قصه های بهتری را می دانم. گفته هایش جز افسانه های گذشتگان چیزی دیگری نیستند و می خواهد مثل من اصحابش گفته هایش را بنویسند. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات. باز گفتند قرآن افسانه های پیشینیان است که وی آن را باز نویست کرده است و به وی صبح و شام خوانده می شود. بگو قرآن را کسی نازل کرده که اسرار آسمانه ها و زمین را می داند، حقا که او آمرزنده و مهربان است. مگر این اخنس ابن شورایخ نیست؟ بله، دشمن خداست. دشمن خداست و خداوند تعالی آید او آیت نازل کرد. و اطاعت مکن از هر بسیار قسم خوری زلیلی، بسیار عیب جوی، سخنچین، بسیار منع کننده خیر، متجاوز گناهکاری، زشت خوی جفاکاری و بعد از همه اینها حرامزاده ای را که چون از دارایی و فرزندانی برخوردار است. وقتی که آیات ما بر او خوانده شود میگوید اینها افسانه های پیشینیان است. همچنین برای عقبه پسر ابو معید و همچنین عبی پسر خلف به خاطر به تمسخر گرفتن پیامبر درود خدا بر او و به آلش خداوند آیت نازل نمود. روزی که آدم ستمگار دست خود را میگزد و میگوید ای کاش من با رسول راهی را برمیگزیدم. سپس امیه ابن خلف با استخوان پوسیده نزد پیامبر آمد و گفت ای محمد، تو میگوی گویا خدا این را زنده میگرداند دوباره مثل پیش. سپس استخوانها را با دستش پاره پاره کرد و به سوی پیامبر هوا داد درود خدا بر او و به آلش. و پیامبر خدا گفت بله، من چنین گفتم، خدا هم این و هم تو را دوباره زنده می گرداند بعد پوسیدن استخوانهایت، سپس به آتش داخلت می کند. و خدا آید این آیت نازل کرد. و ضرب لنا مثلا و نسی، و برای ما مثلی زد و منشه آفرینش خود را فراموش کرده. گفت چی کسی می تواند استخوانها را در حالی که پوسیده از زنده سازد؟ بگو آنها را همان کسی زنده می سازد که در اول بار آنها را آفریده است و او به هر آفرینش داناست. به خدا برادران، شب روز به درگاه خدا دعا می کنم تا شاه نجشی را پیروز بگرداند بر دشمنانش. شادی کنید، شادی کنید، شادی کنید، لشکر شاه نجشی غالب گردید در جنگ. الحمدلله، الحمدلله. به خدا اگر شاه نجشی در این جنگ شکست می خورد ما نیز شکست می خوردیم و قریشی ها می توانستند ما را باز برگردانند و یا بفروشند در بازار نخس. این رحمتی خداوند بود که این شاه مهربان در جنگ پیروز گردید بر دشمنانش. من فکر میکنم این اشاره خداوند بود که مسلمان ها پیروز میگردند. او برای ما این مکان امن را آماده کرد تا زمانی که دینمان در کل دنیا پهن گردد. بیایید رفته شاه را مبارکباد میگوییم. بیایید. شاه
شما را با پیروزی بر دشمنانتان مبارک باد میگویم. با خدا ما نیز برای این پیروزیتان شاد گردیدیم و حق که نیست مددی جز از جانبی پروردگار. حق است، نیست مددی جز از جانبی خدا. بینشینید، همه شما قوم مومینید و من باور دارم که تنها به خاطر احترام بر دین شما پیروز گردیدیم. خدا شما را حفظ کند و بیامرزد. بگذار ملکتان پناهگاه بی‌پناهان و خداوند همیشه نگهبانتان باشد. می دانید وقتی که در جواب من با آن مرد قریشی گفتم، خدا از من رشوه نستانده بود چون مرا صاحب ملک کرد، پس چگونه از شما رشوه بگیرم؟ مقصد از این گفته های من آنجا در این بود که به خاطرم آمد یک سرگذشت قدیمه. می توانید آن را با ما قصه کنید؟ بله، با شوق زیاد نقل می کنم. گوش کنید. پدری من شاه بود در حبشه، جز من دیگر فرزند نداشت. عمکم صاحب 12 فرزند بود. مردم حبشه گفتند اگر ما بکشیم پدر نجاشی را، شاهیگری به برادرش میگذرد، زیرا او جز یک پسر دیگر فرزندی ندارد. هم برادرش باشد صاحب 12 فرزند است و آنها صاحب ملک میگردند و ملکشان سالهای دراز پاینده میماند. آنها نزد پدرم آمده او را به قتل رسانیدند و عمکم را شاه خواندند که چند وقتی پادشاهی کرد. روزی در آسمان ابر تیرماهی پیدا شد. عمکم به زیر ابر برآمد تا بارانش برسد، اما آتشکی شدیدی او را زده کش. حبشی ها نزد پسران او رفتند، از بینشان نیافتند کسی را که بزرگ باشد. این کار حبشی ها را ناگوار کرده بود و گفتند قسم به خدا که نمیتواند کسی پادشاه ما باشد جز نجاشی که در گذشته او را غلام کرده فروختیم. بروید او را پیدا کنید. مرا پیدا کردند و اینجا آورده بالای این تخت گذاشتند و به سرم تاج شاهی را نهادند. پاینده باشید شاهی بزرگ. به خدا ما ندیده این شاهی را که مهربان و با عدالت و با احسان باشد مثل شما. قصه‌تان را ادامه دهید. اما پیش از پیروز گردیدنم در محاربه، مردم از قوم من و اغواگران گفتند تو از دین ما رو گردانیدی و غوغا برداشتند. به این خاطر کشتی آماده کردم تا در صورت شکست خوردنم شما بتوانید با این کشتی فرار کنید از اینجا. و با برادرم جعفر نامه فرستادم، بگذار آن نامه در دستی او بماند و من نمیخواهم که نامه را کسی بکشاید جز پیامبر خدا محمد. و جعفر میداند در آن نامه چیست. بله، به خدا میدانم. میدانم که شاه نجاشی شهادت داد که نیست خدای جز الله و محمد غلام و پیامبر خداست و عیسی پسر مریم غلام و پیامبر بود و باز آن که او بی پدر از مریم به دنیا آمد. سپس نزد آنها برآمدم که برای جنگ در صف بودند و آنجا گفتم ای مردم حبشه، آیا من از شما صادق‌تر هستم؟ گفتم بله. پرسیدم آیا من چگونه شاهم برای شما؟ گفتم شاه خیرخواه و بسیار هم رحیم. اما دینمان را ترک کردی و گفتی که عیسی غلام است. من پرسیدم خودی شما چگونه می دانید عیسی را؟ آنها گفتند که عیسی پسر خداست. من گفتم در سینه‌ام کلامی عظیم را گذاشتم و با آنها پاسخ دادم. نجاشی شهادت می دهد که
عیسی فرزند مریم بود و فرزند خدا نبود و پیامبر بود. این رانیهان دارید، حقا که ما برادریم. حکیم پسر اودم، این چیست؟ کجا می روی با اشترت؟ تعام برای قوم حاشیم؟ تو را شرمنده میکنم در مکه. این کمی آردد برای امام خدیجه، برای او میبرم. تو یک قطره آب را با آنها نمیبری؟ چی با آنها تعام نبرم و بگذارم با فرزندانش بمیرند؟ بمیرند؟ بگذار همه آنها بمیرند، فهمیدی؟ وای به توی انسانی بدخوا، قسم به خدا این تعام را میبرم با آنها. نمیگذارم تو را، مرا به زدن مجبور نکن. چرا اینجا داد میزنید؟ او میخواهد که به قوم حاشیم تعام ببرد. راست میگوید. این تعام را من به عمم خدیجه میبرم. هرگز نمیبری به آنها تعام، نمیبری. فهمیدی؟ یک آنجا نمیروی. هیا اینجا بیا، این خوراک ها را ببر به قوم حاشیم هرچی زودتر. این کار دور و دراز طول کشید، باید خاتمه اش بدهیم. بیرم. خدا از تو راضی باشد حکیم، این کار خیر است که تو انجام دادی. دعا میکنم که خدا تو را به نور ایمان و دین اسلام هدایت کند. من به نزد عمم خدیجه میروم. در آنجاست، قریب بود که از گرسنگی هلاک شوند. شما بسیار مشقت نکشیده باشد قوم حاشیم. وای بر قریشی ها، نخواد یک ذره رحم نداشته باشند. قسم به خدا من کاری کرده این شرطنامه را برهم میزنم، حتما این کار را میکنم. چی میخواسته باشد ایشان پسر امر در ایشان؟ از من خواست که در نزد خوشون بخوریم. چرا؟ با تو یک کاری مهم دارم مطعم، باید به این راضی شوی. بگو هیشام. تو راضی مطعم که عذاب میکشند قسمی از خرش ها و آنها چیزی نمیفروشند و چیزی نمیخرند، نه دختر میدیهند و نه همسر میگیرند از آنها. تو یکی از سران قریشی، آرام مینشینی و کاری نمیکنی؟ وای بر تو، چیکار کنم؟ آخر از دستی من تنها چی میآید؟ دو کسی دیگر هم هست، من و زهیر. پس چهارمش رو بجوی. میجویم. شما زمعه را بجایید، او با ماست. کیست آنجا؟ من هشام پسر امرم. گرامی قدر قومی امر، مرحبا، در آن. چی گفت شد هشام؟ حادثه رخ داد؟ این کاری که قریشا و قوم هاشیم و قوم مطلب کردن، کار طاقت نافرسا و احمقانه است. تو چی میگوی ابوالمختاری؟ هست کسی دیگری که ما رو دستگیری کند؟ هست، من سحیل و مطعم. من هم با شمایم. شخصی پنجم را بجوید. چی شد زمان؟ من با شمایم. وقتی آن است که این کار خاتمه دهیم. فردا در میدان ندبه ما میخوریم. خاتمه نمی‌دهیم.
زمانی که محمد تسلیم شود. ای اهل مکه، میگویی پسر عمر، چگونه آب از گلویتان میگذرد که قوم هاشم از گرسنگی هلاک میشود؟ تا زمانی که این شرطنامه بی عقلانه را برهم نزنم به خدا آرام نمیگیرم. چی گفتی؟ قسم به هوبل کار نمیکنی. ما با این شرطنامه شما راضی نیستیم به خدا. راست میگوید زمه، به خدا ما راضی نیستیم. ما راضی نیستیم به آنچه که در آن ورق نوشته شده است. شما قبلا آمادگی دیدید؟ در کجای عاید این نهانی صحبت کرده اید؟ بیایید این شرطنامه را میدرانیم و این باریگران را از قوم هاشم برطرف میکنیم. نه، هرگز به این کار راه نمیدهم. ما این کار را میکنیم ای ابوالحکم، فهمیدی؟ آرام شوید اهل قریش، آرام شوید. محمد پسری برادرم به من گفت که آن شرطنامه بی عقلانه شما را کرم ها خوردن و جز نام خدا چیزی باقی نماندران. یک سر نابود شدن، همه ظلم و بهتان در ورق نوشته شده. محمد به تو چنین گفت؟ از کجا دانست؟ برادرزاده محمد گفت که خدا او را از این کار خبردار کرد. بیایید با هم عهد میکنیم، اگر در حقیقت چنین باشد کارهای بدتان را خاتمه دهید و بس کنید دشمنی را نسبت ما. ولی اگر برعکس این باشد، برادرزاده محمد را به شما میسپارم. ابو طالب راست میگوید، بیایید رفتیم به داخل کعبه. کعبه باورش نمیکنیم. قسم به لاتوزا، ما ایمان نمی آوریم هرگز. ایمان آوردن و نه آوردن این کار توست، اما کمی پیش ما عهد کردیم مردم خورش. آیا نمی بینید که کیر به این نویشتجاتتان چی کرده است؟ بعد این هم بدبینیتان را خاتمه نمی دهید؟ ولی به خدا خالی شوید از کوه و برگردید به خانه هایتان. خدا جزا دهد بدخواهان شما را. هیچ یکی از عرب ها چنین کار را نکرده بود مثل شما مردم قریش. قریب بود که نابود سازید دو قومی را که از قوم عبدالمنافند. ای مردم قریش، بدانید ما با آن چی که در آن شرطنامه نوشته بودید راضی نبودیم. به همین طور خداوند پیامبرش محمد را پشتیبانی کرد و کرم ها آن شرطنامه بد مشرکان را خورده نابود کردند که ضربه سختی بود بر آنها. از آن تنها نام خدا باقی ماند و خلاص. قوم هاشم از آن روزهای گران که 3 سال ادامه یافته بود نجات یافتند، از روزهای مشقت و عذاب و صبر به خاطر دین و ایمان و نصرت پیامبر خدا. سبحان الله، خداوند پاک است از هر گونه نارسایی ها. سپاسگزار باشید که دیر نگذشت و ما را از این عذاب و مشقتی گران نجات داد. او به ما خبر داد که ورقی شرطنامه و آنچه را که خدا به او راضی نبود نابودش کردند کرم ها.
خصوصا دروغ و بهتان و سحر آشکارا را که هرگز نمیتوانند آن را حق بشمارند. ای برادران هم دینم، حقا که مردم مکه به خدای یکتا ایمان آوردند و دیارمون بر میگردیم. شادی کنید برادران اسلامی هم، شادی کنید. آنچه در شب گذشت آن را گذرانیدند و صبحگاهان آرامانه برخیستند که همه در خواب بودند. آنها به نزد سحر پسری بیدل آمدند و شاد گرداندن ابو بکر و محمد را هم. در گذشته ما اعتبار نمی دادیم به پسی ها، هرچی که می خواهیم آن را می دانیم، اما شدید نمی گردیم. ای اهل خسی، آیا شما علم دارید با آنه که فردا چی حادثه ای روح می دهد؟ من و شما چگونه که سخنگوی گفت سخنهای خوش داریم. خدا از تو راضی باشد هشام، همچنین راضی باشد از بختوری و زعم و زهیر و مطعیم ابن عدی. خدا از شما راضی باشد برای قوم هاشم، خصوصا به خاطر طفلان شیرخوار و زنان. به خدا هرگز فراموش نمی کنیم این کار شما را، حقا که کار خیری را انجام دادید. ابو طالب فوتید، سروری مکه فوتید، ابو طالب فوتید، سروری مکه از این دنیا رفت. چون خارج شدن قوم هاشم به خانه هایشان، بدی بر هم دادن شرط نامه قریشی ها دیری نگذشت و فوتید ابو طالب، و همچنین خدیجه خدا از او راضی باشد فوتید. او نخوص زنی بود که به پیامبر درود خدا بر او و به آلش ایمان آورد و کمکش کرد، و بعد مرگ ابو طالب که بهترین پشتیبان محمد بود، قریشی ها پیامبر گرامی اسلام را به نهایت مشقت و عذاب دادند. عقبه پسر ابو معیت، حکیم ابن آس ابن امیه، عدی ابن خمرای ثقفی و ابن ازدائیل حضری همسایگان نزدیکی خانه پیامبر بودند. پیامبر را عذاب داده به حولیش پس مانده تعام را می پرتافتند، در راهش هر گونه خارها می پرتافتند، اخلاط اشترها را به جسد مبارکش هوا می دادند چون در سجده می بود. به همه این همیشه پیامبر درود خدا بر او و به آلش صابر و حلیم بود، و اخلاطهایی را که به بالایش مشرکان می پرتافتند خود تازه می کرد و در جواب چیزی نمی گفت به آنها. پیامبر درود خدا بر او و به آلش گفت: قریشی ها به من ضرر رسانیده نمی توانستند تا زمانی مرگ ابو طالب. زمانی مرگ ابو طالب و خدیجه خدا از آنها راضی باشد شکستی سختی بود بر مسلمین. از این بود که این سال را سالی غم و الم نامیدند. سروران قریش، اکنون فوتید ابو طالب و نمی‌یابند قوم هاشم و قوم مطلب سروری مثل او تا بعد مرگش اونها را رهبری نماید. سپس بعد مرگ خدیجه مردم قوم اسد و عبدالعزا با ما پیوستند. وقتی آن رسیده است که تعلیم بدهیم محمد و اصحابش را. با خدا این فکر خوب است. چه پیشنهاد داری ابوالحکم؟ فکر میکنم مشقت بدهیم محمد و دین و صحابگانش را، و همچنین فشار میاریم به کسانی که دین اسلام را قبول کرده از نزد ما فرار کردند به سرزمین حبشه.
و ما را می باید که همیشه از پس او رفته در نزد مردم تحقیرش بکنه. کارش را ضعیف گردانیده همیشه سخنهایش را دروغ و بهتان معرفی نماییم. در نزد مردمی که به مکه برای تجارت و برای زیارت کردن می آیند چی کار میکنیم؟ هنگامی که محمد در نزد دیگر قبیله های عرب رفته شماره صحابگانش را زیاد گرداند، سپس به آن لشکر پرقدرت به دیار ما هجوم کند. او چنین قدرت ندارد. ما پیش از مرگش دیدیم ابو طالب را که به محمد ایمان ناورد و عین زمان من هم فکر شمایم. فشار میاریم بالای محمد و اصحابش و تمسخر بگیرید آنچی را که او آورده است و بگوید پیروان او تنها انسانان فقیر و ضعیف ناتوانند، مردم شرفمند از او پیروی نمی کنند. من با آنچی که گفتید راضیم. بگذاریدش، او انسانی است که دم بریده است و حتی یک پسر ندارد، تنها چند دختری دارد. چگونه ای که میگویند دختران از آن شوهرهایشانند. میدونید محمد، ما را با درخت زقوم میترساند در آخرت. آیا شما میدونید چگونه درخت است زقوم؟ نه ابوالحکم، بگو تا ما هم بدونیم. آن درخت است در یثرب، درخت خرما. ای مردم قریش، به خدا هیچ ضرری نمیرسد به پیامبر از آنی که صحابگانش فقیر و ناتوانند و اصحاب همه پیامبران فقیر و ضعیف بودند. خداوند میگوید: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. کسانی را که پگاه و بیگاه پروردگار خیش را میخوانند و رضای او را میطلبند دور مران. تو از جای ایشان از چیز حساب ده نیستی و نه هم ایشان از جای تو از چیز حساب ده می باشند. مبادا که ایشان را از خود برانی و بدین ترتیب از جمله ستمگاران شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. اینا اعطیناک الکوثر. بیگمان به تو چشمه کوثر را دادیم. فصلی لربک وانحر. پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. این شانئک هو الابتر. بیگمان دشمن تو یعنی کسی که تو را وزشتی یاد می کند ابتر یعنی دنبوریده است. بله، با خدا خودی تو دنبوریده ای پسری و این تو علاقه حلا گشته ای و خدای سبحان و تعالی محمد را برگزید به نبوت و به رسالت الهی و به تو و همراهان چیزی دادن نمی شود در آخرت و جز آتش جهنم. اما تو پسری هشام گفتی که درخت زقوم مثل درخت خرمای است در یسری. پس بشنو خداوند آید این به پیامبرش چی فرستاد. بیگمان این درخت زقوم را عقوبتی برای ستمگاران گردانیده ایم. این درختی است که در قعر دوزخ می روید. شگوفه های آن مانند کله های شیطان هاست. براستی که ایشان از آن می خورند و با آن شکم های خود را پر می کنند و در پی آن برای ایشان آمیختنی است از آب جوشان به حیث نوشیدنی. سپس بیگمان بازگشت ایشان به دوزخ است. درخت در یثرب، درخت خرما. مهاجران حبشه شنیدند که قریشی ها اسلام را پذیرفتند و چندی از آنها از حبشه به مکه آمدند. اعضای بازگشتگان اینها بودند: عثمان پسر عفان، زبیر پسر عوام، عبدالله پسر مسعود و چند نفر صحابه دیگر. خدا از آنها راضی باشد. چون به مکه رسیدند دیدند که آوازه شنیده اشان در قریش برعکس حال بود و برادران مؤمنشان باشد در حال شدید.
از دیدارتان شاد گشتیم برادران. شنیده مردم مکه ما نواردن و آمدیم. شنیده اتون دروغ است. برعکس نسبتمون شدید تر گردیدن. همچنین خدیجه مادری مؤمنین این دنیا را پدرود گفت. ابو طالب هم وفات کرد. میدانه چقدر آنها برای پیامبر درودی خدا بر او و به آلش عزیز بودن. درودی خدا بر او و پیامبر را حفظ میکردن از قریشی ها. اما ما را برعکس این گفتن. در کجایند آنها؟ کجا شوهی امیه؟ چکار میکنیم برادران؟ بهترش بیاید این مکان را ترک میکنیم تا به ما ضرر نرساند. رفتیم. راست میگویی. خدا من بینی آنها را میشکنم. سخت مشقتشان میدیم. بعضی مومنانی را که از حبشه برگشتند قریشی ها در حمایه خود گرفتند و این عادت عرب ها بود تا خود را از مرگ به ضرر ایمین نگاه دارند. عثمان پسر مزعون را ولید پسر مغیره در حمایه خود گرفت. ابو سلمه ابن عبدالاسد مخزوم را باشد خویشاوندانش از قوم هاشم در حمایه گرفتند و حتی ابو بکر صدیق هم برای از قریشی ها ایمین بودند به حمایت پسر دوغینه داخل گردیده بود که از او پرسان شد چرا ترا راندن و عذاب دادن ابو بکر؟ به خدا تو با خویشاوندانت مهربانی، به احتیاج مندان کمک می رسانی و همیشه در پی کوشش کار خیری. برگرد به مکه، ترا در حمایه ام می گیرم. نخست مسلمان هایی که از حبشه بازگشتن نخواستند که تا در حمایه مشرکان باشند و تحمل کردند به عذاب دردناک دیگر مشرکان قریش. در همان وقت پیامبر درود خدا بر او و به آلش به طایف رفت تا دعوتشان کند به اسلام. از دین اسلام سروران ثقیف خبردار شدند. همین تر عبدالیل ابن عمرو برادرانش مسعود و حبیب به پیامبر سخن قبیح گفته سنگ ها را به بالایش هوا دادند. خدا نابودشان سازد. وای بر شما اهل طایف، و شما چی کرد پیامبر خدا؟ از خدا بترسید ای ساکنان طایف. این پیامبر خداست، این پیامبر خداست. پدر و مادرم فدایتان باد رسول الله. اگر مرا بکشند هم از شما رو نمیگردانم خدا. عدس اینجا بیا. عدس بفرمایید سرورم. آن انسان را دیده ایستاده ای در نزد باغی من؟ بله سرورم، ساکنان طایف عذاب شدید دادم با او. بگیر با او چند خوش انگور ببر بخورد و همچنین کمی آب هم. کودکان آنها سنگسارش کردند. کیست تو؟ فهمیدن میخواهم سرورم. او محمد پسری عبدالله است، پسری امکی من، و دعوا دارد که پیامبر است. پسری امکتان پیامبر؟ بیرود از چی؟ مرا نشونیدی؟ امرتان رو بجا میورم سرورم. سخت ازیتش دادن ساکنان طایف. پدر و مادرم فدایتان بود رسول الله، فدایتان بود جانم. وای بر شما اهل طایف، چرا چونین کردن؟ آخر شما تنها به یک توپرسی دعوتشان میکنید و با آنی که بودها رو ترک کنند. وای بر آنها، چگونه در نزد خدا برمیخسته باشند؟ چگونه؟ درود بر شما. با تو نیز درود جوان. کی هستی و این چی چیزی است که آوردی؟ این خوشه های انگور است. سرورم عتبه ابن ربیعه فرستاد. من باشم عدسم پسری نصارو. پیامبری خدا میپرسد تو از قوم انسان صالح با نام یونس ابن متی؟ بله چونین است. اما شما از کجا میدونید یونس ابن متی را؟ پیامبر به تو میگوید درود خدا بر او و به آلش. یونس ابن متی برادرم است. او پیامبر بود، من هم پیامبرم.
پدر و مادرم فدایت آمد پیامبر خدا، بگذار دستانتان را بوسه کنم. وای به تو حدس، به او چی شد که دست و سر محمد را بوسه می کند؟ دیدی چگونه غلامی مرا ویران کرد؟ این کاری عجیبی است. او را چنان بوسه می کند که گویا غلامش باشد. آخر عدس نصرانی است؟ وای به تو عدس، چی سری او رو بوسه کرده گریه کردی؟ ای سرورم، در زمین خیر خواهی مثل او نیست. او خبر رو گفت که کسی نمیدونه جز پیامبر اون. وای به تو ای عدس، باز تو رو از دینت نگرداند؟ دینی تو از دین او بهتر است. ای سرورم، نیست کاری خیرتره جز پیروی از او. او پیامبر خداست و نجات یابیتان در دنیا و آخرت تنها در پیروی اوست. وای بر تو ای عدس، اگر میدانستم با این سخنها از آنجا برمیگردی، هرگز تو را نمیفرستادم. پیامبر گرامی اسلام درود خدا بر او و به آلش از طایف با دل پر از الم به مکه برگشت و امیدش را کنده کرد از سقیفها. چون به مکان نخ رسید، شب در آنجا نماز خواند. گروهی از جنها آنجا توقف کرده و پیامبر دقت دادند. چون نماز پیامبر خاتمه یافت، جنها به نزد قومشان شتافتند. آنها علک ایمان آورده بودند و به دعوت جواب دادند. خداوند سبحان و تعالی آید آنها به پیامبر درود خدا بر او و به آلش خبر داد. و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا. وبيادار هنگامي را كي گروه از جن را بسوي تو متوجه ساختيم تا با قرآن گوش فرادهند، چون با این محضر حضور یافتند. برخشان با برخی دیگر گفتند خاموش باشید. هنگامی که قرائت تمام شد، به سوی قوم خیش در حالی بازگشتند که آنها را هوشدار می‌دادند. گفتند ای قوم ما، واقعا کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده است، تصدیق کننده کتبی است که پیش از آن نازل شده است و به سوی حق و به سوی راه راست هدایت می کند. ای قوم ما، این دعوتگر خدا را اجابت کنید و به او ایمان آرید تا خداوند برای شما از گناهان شما بیامرزد و شما را از عذاب دردناک پناه دهد.